حلقه تلویزیون انحصاری جمهوری اسلامی هر روز تنگتر از دیروز. روایت آخرین نمونه از این فشارها. من در صدا و سیمای کار نمی کنم که به خاطر کلمه رقص مجری رو کنار بذارم. من در صدا و سیمای کار نمی کنم. من ترسو نیستم. جرم روزیتا قبادی این بود که مهمان برنامهش در برنامه زنده گفته بود و بعد برقصم. من خواهش میکنم برقصم. و البته بلافاصله عذرخواهی کرده بود. واقعا یک اشتباه لفظی بوده. قطعا به قصد و غرضی نبوده. من از همه شما معذرت میخوام. حالا روایت پشت صحنه این عذرخواهی. یه لحظه دیدم که یه کاغذ آوردن و دادن دست من که خانم قبادی این همین جملاتی که توی این کاغذ نوشته شده رو باید بگی. باید بگی. این مجری تلویزیون که تجربهش رو در یک لایو اینستاگرامی بازگو کرده میگوید به او گفتن لایو نگذارد، بلیت بگیرد و به صدا و سیما برگردد. اما او میگوید از آنها بیزار است. من نمیخوام بیام. من دیگه نمیخوام مجری اون صدا و سیما باشم. من دیگه از شما ببخشید و متنفر شدم. و یک افشاگری درباره عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در استودیوهای صدا و سیما. تو شرایط کرونا هیچ کس حاضر نبود تو اون استودیو بیاد، چون استودیو فوق العاده آلوده بود. از 15 نفر تو استودیو که تاثیربردار و مدیر صحنه و منشی صحنه بودن، 7 نفر کرونا گرفتن. همان استودیوهایی که حضور علی انصاریان و مهرداد میناوند در آنها به قیمت ابتلا به کرونا و جانشان تمام شد. در همین راستا محمد رضا حیاتی، گوینده خبر صدا و سیما، بار دیگر لب به انتقاد گشود. در لایو اینستاگرامی با داریوش فرضیایی یا همان عمو پورنگ. هر کسی باید بره. اگر قراره بره، بالاخره حالا یک مقداری محترمانه تر بره. 8 ماه پیش او در یک برنامه اینترنتی از ابراز علاقهش به ابی گفت، خواننده سرشناس ایرانی. من خودم از ارادتمندان ابی هستم. یعنی صدای ابی برای من صدای سالها خاطره است. او بلافاصله مجبور به عذرخواهی شد. هیچ اطلاعی از دلیل و محتوا و اصل و ریشه این جدال لفظی این دو خواننده خوب کشورمون نداشتم. اما شاید مهمترین برخورد صدا و سیما با یکی از مجریانش به حدود 2 سال قبل برمیگردد، زمانی که مدیر شبکه 3 برنامه 90 یکی از محبوب ترین برنامه های تلویزیونی را تعطیل کرد و مجریش عادل فردوسی پور را کنار گذاشت. برنامه‌ای که 2 دهه سابقه داشت. چندی پیش مدیر شبکه 3 که از خویشاوندان حداد عادل است درباره حذف فردوسی پور گفت، درباره ایشون مهمترین بحث این بودش که کار از مدارش داشت خارج میشد. بقیه هم داشتن نگاه میکردن گفتن اگر مثلا یه کسی میتونه از مدار خارج شه به خاطر محبوبیتش، کسی هم بهش چیزی نگی، خب ما هم همین کارها رو بکنیم. محمد سرافراز، رئیس سابق سازمان صدا و سیما، در کتاب خاطراتش نوشت که دفتر رهبر جمهوری اسلامی خواستار تعطیلی برنامه 90 شده بود. صدا و سیمای جمهوری اسلامی به این دلیل که رسانه انحصاری است، رسانه ملی خوانده می شود. اما به نظر می رسد برای این رسانه که سالانه هزاران میلیارد تومان بودجه عمومی می گیرد و مدیرانش را رهبر جمهوری اسلامی منصوب می کند، به مخاطب اهمیت چندانی نمی دهد. مهم این است که نظر مجریان و کارکنان این رسانه به نظر صاحب اصلی قدرت در ایران نزدیک باشد.